سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. توی این ویدیو میخوام یکی از افکت‌های خیلی معروفی که توی موزیک ویدیو استفاده میشه رو بهتون یاد بدم، یعنی این. پس اگه دوست داری با این افکت خیلی جذاب آشنا بشی، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من و پلیلیست پریمیر حرفه‌ای خیلی خوش اومدید. من توی این پلیلیست سعی میکنم هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد بدم تا بتونی خیلی حرفه‌ای تدوین کنی. پس حتما کانال منو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی که میذارم عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تری برات تولید کنم. خیلی سریع بریم روی سیستم و این جلسه رو با هم دیگه استارت بزنیم. خب بعد از اینکه ویدیو و اون موزیکی که می‌خوایم رو به قسمت تایملاینمون اضافه کردیم، می‌خوایم این افکت رو بیت‌های موزیکمون ما اعمال کنیم. پس اول یه بار ویدیومون رو می‌بینیم تا دقیق متوجه بشیم بیت‌های موزیکمون چه جوری هست. من فیلممون رو پلی می‌کنم. خب بسیار عالی، ما الان تقریبا بیتای موزیکش رو فهمیدیم چه جوری هست. یه دبل کلیک میکنم توی لایه اول موزیکمون تا این قسمتمون بزرگتر بشه و این بیتای موزیکمون برای شما قشنگتر نشون داده بشه. اینجا چون قانون کپی رایت هست توی یوتیوب، من مجبور شدم از یه آهنگ دیگه استفاده کنم و حالا شما توی پروژه هاتون میتونید از موزیکی که خودتون دارین استفاده کنید. توی مرحله بعدی باید دقت کنیم نه ویدیومون نه موزیکمون سلکت شده باشه. پس یه جای خارج از این دوتا من کلیک میکنم و فیلممون رو پلی میکنم و روی اون بیت های موزیکی که تشخیص دادیم با کلید M از روی کیبورد مارکر گذاری میکنیم. پس من فیلممون رو پلی میکنم و با کلید M شروع میکنم به مارکر گذاری کردن. بعد از اینکه این قسمت ها رو علامت گذاری کردیم، از پنجره پروژکتمون و از این قسمت پایین که نیو آیتم هست یه اجاستمنت لیر میسازیم. اینجا به طور پیش فرض مشخصات سکانس ما رو میاره و کافیه اوکی کنیم تا یه اجاستمنتی اینجا برای ما ایجاد کنه. و بعدش هم این اجاستمنت لیر رو میبریم و روی اولین مارکری که گذاشتیم اونو قرارش میدیم. و بعد حتما بعد این لایه اجاستمنتمون سلکت شده باشه و از پنل افکس دایرکشنال بلر رو سرچ میکنیم. همونجور که میبینی افکت اوورد و من با یه درگ ساده اون رو روی لایه اجاستمنتمون قرار میدم. و حالا از قسمت افکت کنترلزمون بلر لنس یا همون طول تاریمون رو میذاریم روی 50. من میام اول این موزیک ویدیومون تا شما بتونین این افکت رو ببینیم به چه صورتی هست. اینو میتونین کم و زیاد کنین. اگه روی 20 مثلا بذارین این بلرتون کمتر میشه و هرچی اینو بیشتر بذارین طول این بلرتون بیشتر میشه. حالا بر حسب سلیقه‌ای که دارین اینو میتونین کم و زیاد انتخاب کنین. و توی مرحله بعدی این تایملاینمون رو کم زوم میکنیم تا تک فریمامون کامل مشخص بشه و با استفاده از ابزار ریزر تولز یا کلید میان برسی بعد تک فریم ها رو یه برشی بزنیم. من با کلید سمت راست که تک فریم میرم جلو و یه برش میزنم و به همین ترتیب تا این بیت موزیکمون تموم بشه این کار رو ادامه میدم. خب اینجا میبینیم تقریبا قسمت افت بیت موزیکمون است و تا اینجا کافیه و اگه کلید V رو بزنم یا ابزار سلکشن تولزمون از اینجا انتخاب کنم، باید این قسمت اضافی که است رو پاک کنیم و این برشایی هم که زدیم یکی در میون به راحتی با کلید دیلیت حذفشون کنیم. من این کارو به سرعت انجام میدم. میتونم این مرحله آخرم یه دونه ببرم جلوتر که این افکت هم اینجا باشه و حالا بریم ببینیم کارمون به چه صورتی در اومد. و به همین راحتی تونستیم این افکت رو روی محل اول بیتمون انجام بدیم. من یه مقداری با کلید
منفی اینجا رو میام عقب‌تر تا همه مارکران معلوم بشه و همه این قسمت هایی که انتخاب کرده بودم و برش زده بودم و با استفاده از کلید Alt و یه درگ ساده روی مارکرهای بعدیم هم قرار میدم. مجدد اینا رو میتونم سلکت کنم، با کلید Alt یه کپی ازش میگیرم و اونو روی بیت بعدی کارم هم قرار میدم. به همین صورت روی مارکر بعدی و بیت بعدی که داشتیم و روی بیت های آخرمون هم قرار میدم تا این افکت به صورت کامل روی کارمون قرار بگیره. من فیلممون رو مجدد از اول پخش میکنم، پنجره پروگراممون رو با استفاده از کلید تیلدای روی کیبورد بزرگتر میکنم تا کاملتر بتونیم ببینین و فیلممون رو پلی میکنم. خب برای اینکه کارمون خیلی حرفه‌ای ترم بشه من این بار دیگه فیلممون رو پلی میکنم و اینجا دقت کنی یه بیت موزیک دیگه ای هم داریم، میتونیم روی اینجا یه حالت افکتی قرار بدیم. یه بار دیگه من فیلممون رو پلی میکنم. دقت کردی اینجا یه حالت بیت موزیکی داشتیم، میتونیم روی این قسمت هم چند تا از این برشامون رو قرار بدیم. میتونیم از اینجا فیلممون رو پلی کنیم تا اون بیت موزیکمون رو دقیق ببینیم کجا هست. من میرم یه ذره قبل‌تر و یکم زوم هم میکنم تا مشخص‌تر بشه کارمون و فیلممون رو پلی میکنم. تقریبا روی اینجا یه بیت موزیک دیگه ای داریم. مثلا میتونم دوتا از اینا رو بگیرم و با کلید Alt اینجا پیستشون کنم. بریم کارمون رو ببینیم از اول به چه صورتی در میاد. خب همونطور که دیدین اینجا یه محله دیگه برامون این افکت رو انجام داد و خیلی کار محالت طبیعی تر و قشنگ تری پیدا کرد. خودتون بر اساس سلیقه‌ای که دارین میتونین این درصدای بلرش رو کم و زیاد کنین یا اینکه این افکت هایی که هست رو روی بیت های موزیکتون به درستی قرار بدین تا یه کار خیلی با کیفیت و جذابی بتونین در بیارین. خب همونطور که دیدیم به چه راحتی و به چه سرعتی تونستیم یه افکت جذاب که اسمش بیس شیک یا همون لرزش روی بیس ها و بیت های موزیکمون بودم درست کنیم و ویدیومون رو خیلی جذابتر و قشنگتر کنیم. حالا خودتون بر اساس اون خلاقیت و تمرینی که انجام میدین میتونین درصد این بلر که هست و تغییر بدین یا طول و زمانش رو یه مقداری بیشتر یا کمتر کنین تا پروژهتون رو خیلی قشنگتر و جذابتر کنین. اگر از این ویدیوی من خوشت اومده حتما کانال منو سابسکرایب کن و زنگولرم بزن تا از آموزش‌های بعدی هم که میذارم عقب نیفتی. حتما اون لایک هم برام بزن تا بهم خیلی انرژی بدی ویدیوهای خیلی با کیفیت تری برات تولید کنم. اگه دوست داری و دوستی داری که میخواد با نرم افزار پریمیر به صورت خیلی حرفه‌ای کار کنه و با این افکت‌های جذابم آشنا بشه حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیو آموزشیمون هم دیگه طولانیش نمی کنم تا ویدیوی آموزشی بعدیمون. خدا نگهدار.